فضیحت کنفرانس اطلاعات آخوندی در وزارت دفاع مالکی. فلا حسن نماینده پارلمان عراق از العراقیه. مردم عراق کنفرانس های مطبوعاتی وزارتخانه ها برای ترویج نیات رژیم ایران را رد می کنند. ساکنان اشرف دارای حفاظت بین المللی هستند و پرونده آنها توسط خودشان تعیین تکلیف می شود. فلا حسن نماینده پارلمان عراق از العراقیه گفت مردم عراق برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی در وزارتخانه های عراقی برای ترویج افکار دیگران را رد می کنند. وی در یک اظهار نظر مطبوعاتی اضافه کرد وزارت دفاع یک وزارتخانه ملی است که مسئولیتش حفاظت از مردم عراق است و نه ترویج تبلیغات دیگران. مردم عراق از شرایط سخت رنج می برند و بر دولت عراق است که به نحوه خروج از این بحران فکر کند و نه اینکه خودش را در موضعی قرار بدهد که امنیت اصلا برایش مهم نیست. وی خاطرنشان ساخت پناهندگان در کمپ اشرف دارای شرایط ویژه‌ای می باشند، طوری که طبق قانون از حفاظت بین المللی برخوردارند و پرونده آنها توسط ساکنان همان کمپ که مسئول خودشان هستند تعیین تکلیف می شود. عدنان عدنبوز نماینده پیشین پارلمان عراق: اینکه وزارت دفاع عراق تریبونی برای رژیم ایران باشد را به شدت رد می کنیم. عدنان عدنبوز عضو پیشین مجلس نمایندگان عراق گفت کنفرانس های مطبوعاتی در وزارت دفاع عراق در خدمت رژیم ایران و در جهت منافع این رژیم است. وی در یک مصاحبه مطبوعاتی اضافه کرد دخالت رژیم ایران در عراق واضح است و نیاز به تلاش های ملی برای پایان دادن به این دخالت است. این رژیم طی روزهای اخیر بر توطئه علیه ساکنان اشرف از طرق مختلف متمرکز شده است، آن هم در حالی که ساکنان اشرف مدت هاست که تحت محاصره هستند و نیاز به کمک های انسانی دارند، ولی رژیم ایران محاصره را علیه آنها تشدید کرده است. عدنبوز گفت ما به شدت این امر را که وزارت دفاع عراق به تریبونی برای رژیم ایران یا هر طرف دیگری تبدیل شود رد می کنیم. برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی در وزارت دفاع فقط به سود رژیم ایران است. این کنفرانس ها تبلیغات رژیم ایران را تکرار می کند. سخنگوی وزارت دفاع نقطه نظر دولت ایران را بیان می کرد و عناصری از اطلاعات ایران به صحنه آورده بود تا نمایشی مسخره برگزار کند. شاکر کتاب نماینده پارلمان عراق: دولت عراق باید به تعهدات بین المللی خود در ارتباط با اشرف که آنها را نقض کرده پایبند باشد و باید با نفوذ رژیم ایران مقابله کرد. شاکر کتاب نماینده پارلمان عراق از العراقیه در یک اظهار نظر مطبوعاتی گفت دولت عراق باید حافظ استقلال تصمیم گیری های سیاسی خودش باشد و باید به تعهدات بین المللی خودش مبنی بر رعایت حقوق ساکنان کمپ اشرف که آنها را تا کنون نقض کرده پایبند باشد. وی گفت این حق عراق است که روابط حسن همجواری با کشورهای منطقه داشته باشد، کما اینکه رعایت التزامات اصولی در رفتار با جنبش های سیاسی که به صورت قانونی در خاک عراق حضور دارند نیز واجب است. شاکر کتاب گفت ما معتقدیم که کمپ اشرف تهدید یا خطری برای عراق به عنوان یک کشور و یک جامعه نیست، لذا دولت عراق برای حفظ حاکمیت خودش به عنوان یک کشور مستقل بایستی در اقدامات امنیتی و سیاسی خود از ضرر زدن به ساکنان کمپ خودداری کند و نباید در تصمیماتی که می‌گیرد دنبال روی رژیم ایران باشد.